یکی از سوالاتی که میپرسن اینه، میگن گناه مردم باعث شده که زلزله بیاد و این زلزله ها اثرات گناه ما مردمه یا نه؟ پاسخش رو دقت بکنید. نکته اول، این که رفتار ما انسان ها تأثیری در زندگیمون داره کاملا مسلمه. این رفتارها دو مدل رفتاری، با رفتارهای مادیه ما اثرش رو کاملا میفهمیم، مثلا کارخانه های بزرگ میسازیم باعث آلودگی هوا میشه، ماشین هایی که آلودگی ایجاد میکنن، این رو میفهمیم، اثر رفتار و کار خودمونه. یک سری از رفتارهای ما اثرش نوع دیگه ای دیده میشه. رفتار ما همیشه فقط مادی نیست، گاهی گناهی میکنیم اثر معنوی برای زندگی ما داره و اثر معکوس میذاره. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست در دعای کمیل که گناهانی هست که باعث تغییراتی میشه، باعث حبس دعا میشه، باعث نزول بلا میشه. پس این قضیه کاملا مسلم و غیر قابل انکار. اما اگر زلزله‌ای در شهری اتفاق افتاد، در مکانی اتفاق افتاد، مثلا ترکیه، سوریه، خوی، آیا این زلزله ها هم اثر گناه مردمه؟ من بگم خب چون گناه کردن دیگه حالا به خاطر اینا زلزله اومده پس حقشونه؟ نه، همچین حرفی نمیتونم بزنم، چون من یقینی وجود نداره، چون نمیدونم علت این زلزله دقیقاً چی بوده. ما برخی از روایات رو داریم، این روایات هم تنها چیزی که برای ما میتونه داشته باشه اینه آقا روی گناهانت حساس باش، هر کاری رو انجام نده، استغفار کن. این گناهان گاهی گناهان فردیه، گاهی گناه اجتماعیه، مثل ترک امر معروف نهی از منکر، مثل رباخاری گسترده در جامعه، اینها وجود داره، شکی نیست. اما اینکه من دست بذارم بگم یا کن اونا چون این گناهو کردن این اتفاق براشون افتاد، نه، ما نمیتونیم چه حرفی رو بزنیم. علت اصلی برای ما مشخص نیست، گاهی علت ها کاملا طبیعیه، بر اساس اتفاقات طبیعی در عالم داره میفته، پس ما حق نداریم زلزله جایی رو منتسب به گناه بکنیم. همینطور خوشسالی، بگیم آقا چون خوشسالی شده به خاطر حتما گناهی بوده که شما کردید، اینطوری نیست. ما روایاتی داریم که برخی از گناه ها باعث خوشسالی میشه، اما آیا هر خوشسالی بر اساس اون گناهه؟ نه. پس این روایت چی میخواد ما بگیم؟ این روایت میخواد بگه حواست رو جمع کن، متنبه باش، رفتار تو تأثیر در عالم ماده خودت میذاره، در اطرافیان، در جاهای دیگه، حواست رو جمع کن، استغفار کن، حواست به رفتار خودت باشه.